هموطنان، رأی من سرنگونی نظام، رأی من دموکراتیک، رأی من آزادی، مرگ بر خامنه ای. سلام، ما مردم بلوچستان به خصوص مردم محروم سراغان سالهاست که از حکومت خامنه ای ظلم بسیاری دیده ایم و بسیاری از ما را کشتن. من به عنوان یک جوان سراغانی خطاب به خامنه ای میخواهم بگم که رأی من و رأی ما سرنگونی حکومت و ما مردم بلوچستان خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستیم. اردیبهشت 1400. خبرنگار سیمای آزادی هستم. اینجا پلیس وایستاده، اینجا زنجانه، پلیس وایستاده. به جای اینکه واکسن بیارن بزنن به مردم، اینجا دارن درآمد میکنن. هر ماشینی که میاد پلاکشو مینویسه: مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای. بسیار متشکریم از همکاران عزیزمون، خبرنگاران سیمای آزادی، که از اوضاع و احوال و شرایط میهنمون در نقاط مختلف گزارش میدن، به خصوص در شرایط فعلی از نی بزرگ مردم ایران به رژیم آخوندی. هموطنمون کیوان از شیراز با ما در تماس هستند. سلام میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، درود بر شما. درود بر شما. خوب باشه. من از خانواده شهدای مجاهدین خلق هستم و افتخار میکنم یکی از خانواده‌مونو فدای مجاهدین خلق ایران کردیم و فدای مردم کردیم. دوم اینکه میخواستم راجع به انتخابات صحبت کنم. جناب آقای مسعود، آقای کلانی از فرانکفورت، بعد از این صحبت هم نظر آقای شکوهی بزرگوار رو بدونم. عرضم به خدمتتون که مردم 42 سال ما داریم خدمت خاری رو داریم تحمل میکنیم، رأی ندید. با رأی دادن ما انگشتی داریم میزنیم توی خون جوانانی که توی این مملکت و توی مرز و بوم کشته شدن. این کار رو نکنید. این کار بزرگترین خیانت به ما هست. این کار بزرگترین خیانت به مردم ما هست. این کار بزرگترین خیانت به کشور ما هست. برو خدا رأی ندید. برو به هر کی دوست میپرستید رأی ندید. ما مردمی هستیم که 7000 سال تاریخ و تمدن داریم. هیچ وقت به این خفت و خاری نرسیده بودیم. مردم واکسن اومدن پولی کردن. یکم به خودت میگه. هممون با هم دیگه متحد بشیم، یک صدا بگیم مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خامنه ای. درود بر کیوان عزیز. آقای شکوهی بفرمایید، منتظرم. درود دوستمون که نظر شما رو بشنویم. بله، درود بر کیوان عزیز و به حق و به جا که جای اون شهید بزرگوار مجاهد رو پر کردید. اتفاقا تمامی افتخار همه مجاهدین خلق ایران و همه اون شهدا اینه که برای آزادی و رهایی این مردم جان باختن و دارن کوشش میکنن. و چه افتخاری بالاتر از این که در مسیر آزادی این میهن اتفاقا همه چیز خودمون رو فدا کنیم. درود بر شما. و راه اون شهید اتفاقا اینجوری زنده میشه که شما دقیقاً در مسیرش گام برمی‌دارید برای آزادی مردم ایران. مردم ایران هم خیلی خوب می‌فهمن این رژیم رو، در هیچ شرایطی رأی نمیدن. که این چیزایی هم که دیدید تو صندوق‌ها در میارن، تو خلاصه مهندسی شده خودشون هستشون، خب اینا معلومه که اصلا رأی مردم نیستش. رأی مردم از روز اول، از همون ابتدای حاکمیت ولایت پلید فقیه، سرنگونی این رژیم بوده. اینا میشینن تو دفاتر خودشون، بعد
با صحنه سازی، با مهندسی کلاسر کم و زیاد میکنن یه چیزی رو، همونی که ولی فقیه میخواد در میارن. حالا یه زمان به اصطلاح میشه اصلاح طلب، اون زمان دیگه میشه اصولگرا به زعم، به هر حال همین هستش. ولی اون چی که به مردم ایران برمیگرده سرنگونی تمامیت این مردمه، کما اینکه اون شهید عزیزمون هم از خانواده خودتون در همین راستا برای سرنگونی این رژیم پلید جون خودش رو فدا کرد و خوشا به سعادتش و همه ما قدردان راه اونها هستیم. درود بر شما. تشکر میکنم و سلام میکنم به هموطن عزیزمون کوروش از گرگان. بفرمایید لطفا. عرض سلام دارم خدمت جناب کلانی عزیز و شما مهمان محترم برنامه جناب شکوهی. سلام بر شما. خواستم که روز کارگر رو خدمت شما و هممیهنان عزیزم تبریک عرض کنم. کارگرانی که 90% بیشتر کارهای سخت جامعه به عهده اونهاست، چون زیر نظر شرکت‌های خصوصی و یک سری افراد سوجو قرار میگیرن و از کمترین مزایا، از کمترین حقوق، از کمترین امکانات بهره مندن. جناب کلانی عزیز، من خودم یه کارگرم، دارم میبینم کارگر بدبخت میاد قرارداد ببنده، 1000 تا چک و سفته و امضا ازش میگیرن، بهش میدن مای 2,500,000-3,000,000. آخه این نظام فاسد جمهوری اسلامی چرا به این مسائل ورود نمیکنه؟ آخه مگه میشه با 3,000,000 تومان اجاره خونه داد، قسط وام داد و خرج و مخارج دیگه بمونه؟ من خواهشم از این تریبون اینه که صدای کارگران عزیز باشین. این نتیجه اوج کرامتی که خمینی ملعون به این مردم تلقین کرد. 41 سال گذشت، کارگر بدبخت، خود مردم بدبخت. تا کی میخواد؟ الان هم که کروناست، خدای خامنه‌ای ملعون، همه جا رو بستی. خب تو که همه جا رو میبندی، ها نمیگی این کارگر از کجا باید بیاره بخوره؟ ها نمیگی این قصه وامش باید از کجا بیاره؟ از اونورم که ماشالله شبکه‌های خودشون دارن دیگه تبلیغ میکنن آقا انتخابات، توجه کنین، آدم مصلح انتخاب کنی. هیچ کدوم از این حرومزاده ها مصلح نیستن، هیچ کدومشون خالص نیستن. مردم به خودتون بیاین، رأی ندین به این نظام کثیف و فاسد. والا اون کسی که رأی میده خائنه. شما اوضاع اقتصادی رو نگاه کن، فلاکت رو نگاه کن، تبعیض نژادی رو نگاه کن، تضاد طبقاتی رو نگاه کن. بابا کشورهای دیگه در عرصه کرونا جناب الان کلان دارن سبز میشن، یعنی داره تموم میشه کرونا. اینا الان دارن با موج چهارم و پنجم صحبت میکنن. خیلی اوضاع گرگان خرابه، خیلی کرونایی شدن، خیلی از کسب و کارها رو تعطیل کردن. واقعا جناب کلانی، مردم ندارن این چنین تعطیلی از کجا باید برن امرار معاش کنن؟ دردمون رو به کی بگیم؟ این خامنه‌ای ملعون، اون خامنه‌ای ملعون، اون رئیسی، این کلن این فرقه تبهکار. آقا کمر به نابودی این مردم بستن. والا اینا میخوان همون کل مردم رو سر به نیست کنن و برن تا واکسن خودشون بیاد. کو این واکسنی که تو میخوای بیاری؟ به چه قیمت میخوای این واکسن رو بخری؟ از کجا میخوای تولید کنی تو که نداری؟ لااقل به فکر مردم باش جناب. واقعا تو بیمارستان ما خیلی از عزیزانمون رو داریم از دست میدیم، خیلی ها دارن خانواده ها داغ دیده شده. من از مردم خواهش میکنم لااقل کم همین نهب جمهوری اسلامی رو واقعا تو کل جامعه نهادینه کنی. نهب جمهوری اسلامی آری به جمهوری دموکراتیک. والا به خدا اگه ما مردم با هم بشیم، این نظام فاسد قدرتی که بخواد در مقابل ما وایسه رو نداره. که مردم به خودتون بیاین، داریم نابود میشیم، به معنای واقعی داریم نابود میشیم. امیدوارم هر کس که صدای منو داره میشنوه، به عنوان یه هموطن، به عنوان یه انسان، لااقل کم واسه حقوقتون کوتاه نیاین، وایسین تو روی این حکومت فاسد. چه گلی به سر ما زدن تو این 42 سال که الان باید
واسه یک روزی، واسه یک لقمه نون حلال ما جان بدیم، اوج حقارت رو تحمل کنیم. این در شأن و شخصیت ایرانی نیست. من در پایان تشکر میکنم از جناب کلانی عزیز و مهمان محترم برنامه. اگر سوالی هست من در خدمتم، اگرم نیست از حضورتو مرخص میشم. درود بر کوروش عزیز، همه حرفا رو به شیواترین صورت گفتی و درد دل مردم ایران رو منعکس کردی. ما هم بسیار خوشحالیم و افتخار میکنیم که تریبونی هستیم برای انعکاس صدای مردم ایران. بفرمایید آقای شکویی. درود بر تو کوروشان، به خوبی دردهای مردم ایران و قشر و طبقه کارگر رو خودتون بیان کردید. این حاکمیت منحوس از همون روز اول به طور خاص با توجه به اخراج‌های گسترده‌ای که در رابطه با کارگران انجام داد، بعدش هم یک صناعت جدیدی به اسم قرارداد سفید امضا رو ابداع کرد در مقابل کارگران برای گرفتن حق و حقوق، آخرین در واقع حق و حقوق اونها، همینطور که خودتون دیدید، برای اینکه زبونشون رو در مقابل اعتراضاتی که بر در حقشون میشه اونها رو ببنده، سریع یک قراردادی به اصطلاح چک سفید امضا برای مقابل اونها گذاشته با ناچیزترین حقوق. همین که میگید با 2-3 میلیون تومان، آخه کارگر چی کار کنه؟ با چه چیزی رو میتونه پاسخ بده؟ پاسخگوی کدوم نیاز خانواده و در واقع اعضای خانوادش باشه؟ هیچ کدوم. اون چه که مشخصه فقط و فقط در افتادن با این رژیم. درست میگید، الان وضعیت شمال هم خب خیلی اخبار مشخصه، پیکای خیلی گستر، پیک چهارم شمال من شنیدم که واقعا دردناکه، تمامی خونه ها رو در بر گرفته. خونه ای که مثلا شما حساب کنید، همین کارگران خیلی من ارتباط داشتم، مثلا میگفتن که یک خانواده 4 نفره 2 نفرشون کرونا گرفته، میرن برای دکتر مراجعه میکنه، میگه برو تو خونه خودتو قرنطینه کن. این پاسخ این ولایت ننگین به کرونایی های مردم اون هستش. بعد اونم که جایی نداره، که یک یا دو تا یه اتاق بیشتر نداره، بایستی که بیاد اون بقیه هم گرفتارش بشن. پاسخی ندارن برای مردم جز چپاول، جز ننگ و نفرت بهشون، که هیچی برای مردم نگذاشتن. درد دلتون و همه مردم ایران شنیدن، ما هم ازتون قدردانی میکنیم. پاسخ و تنها پاسخ اینه که بایستی که در بشوریم بر علیه این نظام پلید. اون روی سکه همین قیام ها، همین ایستادگی و رأی ندادن. رأی ما درسته دیگه، رأی ما رأی سرنگونیه. سرنگونی این نظام هم با ایستادگی در مقابل این رژیم هستش، که تمامی جوانهای شمال، شمال هم که معلومه سرزمین کوچک خانها بوده، سرزمین میلیشیاهای دلاوری بوده، مجاهدان دلاوری از خطه شمال خیلی زیاد، به همین دلیل هم از شما خیلی میترسه رژیم. اگر میبینید که سرکوب در شمال بیشتره، به دلیل اون استقصدی که مردم شمال، مجاهدان شمال، خانواده های شمالی دارن در رابطه با پرداختشون در حمایت از مردم، از شما خیلی میترسه. این رو بیاد داشته باش، بیستید و بجنگید و همه مردم دنیا و تمامی جوانهای میهنم ازتون حمایت میکنن. درود بر شما. تشکر میکنم. از شمال میهنمون گرگان بریم به بوشهر و هموطن عزیزمون حسین رو بشنویم. سلام میکنم خدمتشون، خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت آقای کلانی. درود بر شما. و مهمان محترم برنامه آقای شکویی. شما. روز کارگر رو به همه هموطنان تبریک میگم. من خودم هم یک کارگرم، واقعا دارم اذیت میشم، واقعا نمیدونم با این مشکلات اقتصادی چی کار بکنم. من امروز با خودم فکر میکردم، میگفتم واقعا هیچ راه حلی دیگه نمونده، تنها راه حل ما اینه که این رژیم جنایتکار، این آخوندهای دزد که واقعا همون یه تیکه نونی هم که دیگه تو دست ما مونده میخوان از ما بگیرن، تنها راه حلش اینه که اینا سرنگون بشن. و من فکر میکردم، به خودم میگفتم که تنها قوت قلبم حرف خواهر مریم بود که میگفت میتوان و باید. و من گفتم که تمام راه حل ما فقط همین
اینه که این رژیم جنایتکار سرنگون بشه. من مطمئنم ما همه مردم اگه دست به دست هم بدیم و با کمک کانون‌های پرقدرت شورشی میتونیم این جنایتکاران رو به زیر بکشیم و سال 1400 رو به سال سرنگونی این دزدا تبدیل کنیم. من واقعا خیلی دارم اذیت میشم. مشکلات اقتصادی، یعنی نمیدونم چطور بگم، یعنی ما رو حسابی گیج کرده. ولی خیالم راحته، میگم ما اگه با هم باشیم این روزگار سیاهی که این آخونده جنایتکار، این رژیم فاسد ولایت فقیه درست کرده تموم میشه. خیلی ممنونم که به حرفم گوش کردید. درود بر شما. خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. هموطن عزیز حسین از بوشهر، بفرمایید. آقای شکوری، درود بر شما حسین جان. درود بر مردم دلاور بوشهر. همه ما میدونیم که خطه جنوب هم از استانهای ایستاده و مقاومی هستش که در مقابل این پلیدان ایستادن. به طور خاص تو قیامهای 96 و 98 هم خیلی خوب درخشیدن. درود بر همه اون کانونهای شورشی. راست میگی، وضعیت مردم به طور خاص الان یکی از عزیزان تماس گیرنده اشاره کرد، وضعیت صیادان، وضعیت کارگران، تازه حوادث اخیر زلزله. من میدونم الان اونجا چه وضعیتیه. الان هیچ مردم سرپناهی ندارن، هیچ جایی برای در واقع زندگی شبانه روزی خودشون ندارن و مستمرن هم بیشتر و بیشتر زیر فشار میارن. تنها راه همون راه که خودتون گفتید، میتوان و باید این رژیم رو سرنگون کرد. بایستی که اتفاقا کمک کار بود همه اون کسایی که در این راه ایستادگی میکنن و میجنگن، از جمله خودتون، کانونهای شورشی و تمامی کانونهای اون خطه رو اتفاقا بایستی گسترش داد و بر علیه این رژیم جنگید. درود بر شما. تشکر میکنیم از دوستمون حسین و سلام میکنیم به هموطن عزیزمون محمد از زاهدان. محمد از زاهدان بفرمایید. درود بر شما. سلام کلمه. سلام بر شما، قربان شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای شکوهی عزیز، مهمان برنامه. درود بر شما و تشکر از برنامه خوبتون. ما کارگران راهن به واقع زیر ظلم و ستم هستیم. انشالله خدا ازشون نگذره. زندگی به تمام معنا دیگه از بین رفته. اجناس ساعتی گرون میشه در اینجا. عرضم بزرگم، میگن امروز حقوق میدیم، بون ماه رمضان، بون عیدی و خبری نیست. عرضم بزرگم، ما تمام ما کارگران، بازنشستگان از کف خیابان دیگه به ستو اومدیم. از دست این رژیم حاسب، از دست این پارتی بازیا، از دست این حکومت ظالم ما به خدا خسته شدیم. دیگه خرج زندگی از دست ما بیرون شده. دیگه مردم نباید بین حکومت، بین مردم رأی بدن، بین آقایون، بین آقازادگان دوست. بدبخت کردن ما رو 40 سال. همش دروغ، همش دروغ، همش وعد و وعید دروغ به ما میدن. آقای کرانی بفرمایید، صداتونو میشنویم. هموطن عزیزم، به خدا از بس دروغ، از بس حرف چوخان به ما میزنن ما خسته شدیم. میگن حقوق، الان چند ماه ما کارگران راهن حقوق دریافت نکردیم. شرمنده ای روی زن بچه خود هستیم. 40 سال همش دروغ به ما میگن. بیاییم پای صندوق آرا رای میدیم، اما اون کسی که خودشون مد نظرشون هست میذارن سر جا. مردم باید نباید پای صندوق آرا برن. رای ندید آقا. الو. بله بله صداتون شنیدیم محمد عزیز. آقای کرانی. بله بله صداتون شنیدیم محمد عزیز. ممنونم از شما قربان. اینجا جمهوری اسلامی، ولی نه از دین نه اسلام هیچ خبری نیست. مردم به ستو آمدن.
ما کارگران چند ماه حقوق دریافت نکردیم، نه پول ماه رمضان، نه اینی، هیچ. میگن امروز صبح هیچ خبری نیست، فقط دزدی. با ماه 2500 دیگر میشه زندگی کرد. درود بر شما هموطن عزیزمون محمد از زاهدان. به هر گوشه میهنمون که میریم صدای مردم مظلوم رو میشنویم از حاکمیتی که جز ستم و ظلم و بی‌عدالتی علیه مردم ایران اعمال نکرده، صداهایی که بسیار قلب رو به درد میآوره، ولی آنچه که برجسته هست این آگاهی، این شعور و درک مردم ایران هست و عزم جزمشون برای تغییر این شرایط. تشکر میکنیم از محمد عزیز از زاهدان. سلام میکنیم به خواهرمون شهلا از تهران. بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام به شما برادر کل و مهمان گرامیتون گردش پویی، ماه رمضان بر شما و همه خواهر برادران سیمای آزادی مبارک باشه و روز نمازاتون قبول حق. متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که همه اخشارمون به نحوی زخم خورده این رژیم سرکوبگر هستن. هر روز شاهد تجمع و اعتراض قشرهای مختلف مردم از فرهنگیان و معلمین گرفته تا بازنشستگان تامین اجتماعی و داروسازان و کشاورزان و کارگران و قارش شدگان بورس در کشور هستیم که فریاد میزنن ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم، اونقدر که وعده های پوچ و تو خالی بهشون دادن و فریادرسی هم نیست که به فریادشون برسه و جوابگو باشه. فرارسیدن روز کارگر را به کارگران این قشر زحمتکش و ستم دیده تبریک میگم که از تورم و گرانی و بیکاری و اخراج به ستو اومدن و با توجه به زمزمه پولی کردن واکسن در این شرایط حساس کرونایی و دریغ اون از اخشار محروم و کم درآمد جامعه که توان پرداخت هزینه واکسن رو ندارن، تنها راه نجات به نظر من اعتراض و قیام است، چون حق گرفتنی است ندادنی. هموطن بیدار شو، چون تنها با اتحادی که میتونیم به حق و حقوق از دست رفته خودمون برسیم و رمز موفقیت و پیروزی اتحاد همه قشرهای جامعه است که به این انتخابات قلابی نبگوییم. رأی ما سرنگونی و آری به جمهوری دموکراتیک است. با تشکر از سیمای آزادی، درود بر شهیدان. درود بر شما خواهر گرامی شهلا از تهران. بفرمایید آقای شکویی. هم دوستمون محمد، بله، و هم خواهرمون شهلا از تهران. من هم سلام میکنم و درود میفرستم به برادر عزیز و دردمندم، کارگر دردمند میهنمون از زاهدان محمد و همینطور خواهر گرامیمون از تهران. خیلی خیلی سلام دارم خدمتون و به واقع درست گفتید محمد از وضعیت عدم پرداخت حقوق به خودشون گفت. درست میگید محمد عزیز. چطوری میشه با دست خالی در ماه رمضان به خونه رفت؟ با چه رویی؟ من دقیقا کاملا احساس میکنم اون شرم پدری رو که با دست خالی روش نمیشه به خونه بره در مقابل خانوادهش، خلاصه بدون هیچ چیزی، هیچ حتی نون شب رو هم نداره بخوره. خب این وضعیتیه که این رژیم جنایتکار پیش آورده و اتفاقا تنها راهش همینی که خودتون میگید، باید که سرنگونشون کنیم. همین وضعیتی که الان خواهرمون شهلا اشاره کردن به وضعیت بازنشسته ها، دامدارا، کشاورزا، غارت مردم با بهانه هایی مثل بورس، همه اینها خب دقیقاً همون سیاست هایی است که این رژیم برای خالی کردن جیب مردم، حتی اونهایی که یک ذره دستشون به دهنشون میرسید اونها رو هم به این شکل خلاصه چپاول میکنه، غارت میکنه و غارت کرده. خب هیچ راهی جز سرنگونی این رژیم وجود نداره. همه ما بایستی که اتفاقا تمامی تلاشمون، تمامی انرژی هامون، تمامی اندوخته هامون رو همینطور که خواهرمون شهلا گفتن با اتحادمون با همدیگه بر علیه این رژیم به کار بگیریم تا اینکه مردم ایران به یک روز روشن و آزادی و رهایی برسن. تشکر از شما. بسیار ممنونیم. سلام میکنیم به هموطن عزیزمون بهرام از اردبیل. بفرمایید لطفا. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه
سلام، خسته نباشید آقای کلوانی. درود بر شما. خسته نباشید میگم به شما و خدمت همه دوستانتون و مهمان ویژه برنامه‌تون. قربان شما. و ممنونم از اینکه وقت برنامه‌تون رو در اختیارم گذاشتین تا بتونم حرف دلمونو بزنم. الان کمتر از 2 ماه مونده به انتخابات. بعد سران رژیم به جان که بیان به مشکلات مردم رسیدگی کنن، الان تمام فکر و ذکرشون شده مثلا چجوری مردم رو بکشونن پای صندوق رای و ادای سر خرمن میدن. نه از این من میگم واکسن رایگان، از این سر دولت میگه نه پولیه. بعد اکثر مناطق کشور خشکسالیه، خیلی از شهرات تا سمت سیستان بلوچستان اینا مردم آب آشامیدنی هم ندارن بخورن. از این مر یه عده رو نمیدن پولشون رو دزدیدن. خود خامنه‌ای جلاد ملت رو کشون به بورس با روحانی، گفتن مردم بیان تو بورس سرمایه گذاری کنن. الان همه شدن مال باخته، هر روز هم جلوی بورس تهران تظاهراته ولی هیچ کس به حرفشون توجه نمی کنه. کل کشور الان آمار کرونا هر روز داره میره بالا، هر روز 400 نفر شهروندمون همینجوری نمیدونم چه وضعی نست آخونده، چه وضعی واسه ما درست کردن. 42 سال ملت جراغان گرفتم، خدا همشون رو لعنت کنه. حالا بلن پدر ما بازنشسته است، تو حقوقش رو بهش نمیدن، تو خرج زندگی خودمون مونده. نمیدونم از اینجا فقط میتونم یک پیغام دارم واسه کل مردم ایران، اونا که صدای منو میشنون. کمتر از 2 ماه به انتخابات مونده، از همه ملت ایران، از هر زبان، از هر قومی میخوام دست به دست هم بدم و به کمپین نه به جمهوری اسلامی ایران بپیوندم و هیچی نره صندوق ره. چون هر کس بره رأی بده، اینا چون خامنه خودشو به عقد چینیا در آورد، اومده یه قرارداد 25 ساله بسته، تا 25 سال دیگه هم اینا حکومتشون رو تضمین کردن. اگه ما بریم رأی بدیم، باور کنن که به خودمون، به نسل‌های آینده خیانت خواهیم کرد. پس از اینجا به همه کسایی که صدای منو میشنون از شبکه سیمای آزادی، حرفم اینه که همه انتخابات رو تحریم کنن، پیر جوان، حتی کسایی هم که میخوان برن اونا رو منصرف کنن. چون یعنی اگه هر کی بره صندوق رأی بندازه، یعنی اینا دیگه هستن، تا 25 سال دیگه هم هستن. هر کی الان صداش در میاد میگیرن 10 سال 20 سال زندان، نمیدونم اعدامش میکنن، عین آب خوردن. یه ملت چقدر یه چی بگیم والا دیگه، از دست این ظلم این آخونده. 42 سال مملکت رو غارت کردن، همشون هم دزدن. عزیزم از مرجع تقلیدش بگیر تا اون نماینده مجلس شورا، همشون عزیزم دزدن، خدا همشون لعنت کنه. ببخشید من یه خورده احساساتی صحبت کردم، باز خسته نباشید میگم خدمت شما و مهمون ویژه برنامه‌تون و همه همکارانتون. با اجازه خسته نباشید. درود بر شما. بسیار متشکر از هموطن عزیزمون بهرام از اردبیل. بفرمایید آقای شکر. درود بر شما بهرام عزیز. درست اشاره کردید و به جا به وضعیت کشاورزان و خشکسالی در جنوب به طور خاص توی بلوچستان. حتما که همه هموطنانمون وضعیت آب رو توی روستاهای بلوچستان مشاهده میکنن، یا حتی جنوب طرفای اهواز اون طرفا. من یک کلیپی دیدم از وضعیت کشیدن آب که یک مادری از فرزند 5-6 سالش رو فرستاده بود توی یک مثلا احتمالاً چشمه‌ای که پایین بود، سطح پایینی داشت و اینا، با یه وضعیتی، با یه وضعیتی آب آشامیدنی روزش رو اونجا میخواست تأمین کنه، که خلاصه با خیلی دردناک بود اون صحنه. همون دبه‌ای که به اصطلاح میخواست آب بکشه بالا، همون دبه افتاد تو صورت بچه 5-6 ساله. خب شما حساب کنید که این نظامی که به دغل و دروغ زبانش همیشه حمایت از مردم و مستمندان بوده، خب مردم میدونن که این شرایط رو میبینن، با پوست و گوشتشون این رو لمس میکنن که اینها در حمایت از مردم نیستن. اشاره کردید به وضعیت مال باخته ها توی سراسر کشور. خب این رژیم همینه، هیچ رکوردی باقی نگذاشته که در افول در کشور ما الان نباشه. اون پریروز روزنامه‌های رژیم نوشته بودن که رکورد شکنی در
مرگ و میر در بهشت سرا. خب همینه دیگه، رکورد های این رژیم اینه، رکورد در مرگ و میر کرونا، در بالا بردن فوت شدگان، بالا بودن فوت شدگان توی قبرستان های میهن اسیرمون از جمله در بهشت سرا. حالا اونایی که خودشون دارن میگیرن، خیلی ها میگن که بیش از 4 برابر هستش کشته های کرونا، همین چیزایی که روزانه اعلام میکنن. خب هیچ کاری، هیچ چیزی این وضعیت رو نمیچرخونه الا ایستادگی، الا جنگ، که هممون میتونیم و هممون درش دخیل هستیم. بایستی که در مقابله این رژیم بیستیم و اون رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم، کما اینکه قدرشناس تمامی کسایی هستیم که میایستن در مقابل رژیم. همین همشهری‌های خودتون از اردبیل و آذربایجان و تمامی شهرهای ایران کانون‌های شورشی جلودارمان هستن، جلودار اون هستن. اتفاقا بایستی کمک‌کارشون بود تا اینکه این رژیم پلید رو به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. درود بر شما.